درود بر شما، من سام ایرانشهر هستم. امروز جمعه است، 4 مرداد از سال 2578 شاهنشاهی و 1398 اسلامی. همینطور مصادف است امروز با 26 جولای 2019 میلادی و شما شنونده پادکست 24 ایرانشهر هستید. شاید بدونید که این پادکست ها رو من هفتهی یک بار برگزار میکنم در روزهای جمعه و معمولا به مسائلی میپردازم که یا جا افتادن یا پرداخته نشده در طول هفته بهش، یا به سیاست‌های کلی کانال ایرانشهر میپردازم، به اندیشه سیاسی که ما داریم و راه سیاسی که ما ادامه میدیم. خب معمولا من هفته یه بار یه جمع‌بندی کلی میکنم از سیاست خارجی و موقعیتی که ما درش قرار داریم و از سیاست خارجی شروع میکنم. معمولا همونطور که میدونید، خب الان سیاست خارجی کشور ایران، جدا از اینکه یک مش دیکتاتور که حامل و مدافع تفکری ضد ایرانی هستند، ایران رو گروگان گرفتن 40 ساله و سیاست‌های خودشون رو دیکته کردن به کشور ایران و این سیاست‌ها رو دارن ادامه میدن. البته باید اینو من یادآوری بکنم، همونطور که میدونید کشور ایران، کشور ما، هزاران سال تاریخ داره و این کشور با داشتن چنین تاریخ طولانی، این 40 سال که ما از پرانتز سیاه از اون نام میبریم، در واقع زمان زیادی برای یک کشور با این تاریخ طولانی به حساب نمیاد و میشه گفت چیز زیادی برای ایران نیست. اما این 40 سال و این پرانتز سیاه به خودی خود چند نسله و جانها و زندگیها و نسلها رو به هدر داد، اما برای ایران و ایرانی درسی به جا خواهد گذاشت و در مقیاس بزرگتر از اون قطعا برای بشریت درسی به جا خواهد گذاشت. و من شخصا معتقدم که این پرانتز سیاه به بشریت چیزهای زیادی یاد خواهد داد در مورد رفتار ادیان، بلخص تفکرات اسلامی و تمامیت خواهی تفکرات اسلامی در قالب حکومت و دولت و قانون شریعت. اما این به خودی خود برای خود ما ایرانی ها باید بزرگترین درس باشه. خب برگردیم به موضوع، اینکه 40 ساله ما با این حکومت درگیریم و این حکومت که هیچی از خودش نداره، نتونسته تولید فکری ایجاد بکنه، نتونسته تولید صنعتی ایجاد بکنه، نه اقتصاد درستی تونسته به وجود بیاره و همه چیزهایی رو که هم پادشاهی های قبل از اون که یک سلسله بسیار خوشنام و پر افتخار به جای اون بود و سلسله پهلوی بود، که ما مشروطه خواها اصولا اعتقاد داریم که این سلسله فقط یک وقفه‌ای درش به وجود اومده و ادامه خواهد داشت، سلسله پهلوی، به هر حال با نابود کردن اون دستاوردها، این 14 رو و مصرف کردن اون دستاوردها میشه گفت، یعنی چیزی که تو این 14 جمهوری اسلامی مصرف کرده دستاوردهای رضا شاه بزرگ و محمد رضا شاه بوده و اون دستاوردها رو طی این 14 مصرف کرده و تا به امروز دوام آورده و الان رسیده به اون جایی که تمام درآمدش و تمام موجودیتش بستگی به سیاست خارجی و تصمیمی که قدرت‌های جهانی در موردش می‌گیرن داره. خب در آمریکا دونالد ترامپ الان روی کار، آدمی که اهل مسامحه و سازش بی منطق نیست مثل اوباما، و خب مسائلی بوده. همونطور که می‌دونید در یک دموکراسی همیشه جناحین چپ و راست با همدیگه درگیرن تا اینکه توازن قدرت به وجود بیاد. اون 8 سالی که چپگراها در آمریکا در قدرت بودن و افتضاحی که زدن نه تنها به جهان و خاورمیانه، شما دیدین داعش ظهور کرد، جمهوری اسلامی هر کار دلش خواست کرد، انواع اقسام خرابکاری های مختلف به وجود اومد و واقعا گندی که دولت اوباما در 8 سال اخیر زد موجب شد که مردم آمریکا به خودشون بیان و یک دولت راستگرای ملیگرا و دارای یک چارچوب فکری معقول رو انتخاب بکنن. و این چارچوب فکری برای آمریکایی ها باید آمریکایی طلبی باشه، یعنی مردم آمریکا اصولا باید رهبری رو انتخاب بکنن، رهبر سیاسی رو انتخاب بکنن که طرفدار آمریکا باشه، همونطور که مردم ایران باید رهبری رو انتخاب بکنن، رهبر سیاسی منظورمه، نه رهبر معنوی یا ملی، رهبر سیاسی، یک سیاستمدار رو به عنوان یک نخست وزیر یا هر رهبر سیاسی، حالا رئیس جمهور الانه یا هر چی، که ما به نخست وزیر اعتقاد داریم، اونجایی که طرفدار پادشاهی پارلمانی هستیم، باید یک نخست وزیر را انتخاب بکنن
که معیار و ملاک اصلیش ایران باشه، جغرافیای ایران و مردمی که در این که جغرافیا زندگی میکنن، منافع اینا افراد باشه. کمان که میبینیم تمام انتخاباتی که برگزار شده کمترین سخنی از ایران نیست، همش سخن از تشیع دنیای اسلام، هلال شیعیه و اون ایدئولوژی امپراتوری اسلامی که اینا در سرشون دارن و ابدا منافع ایران و مردم ایران رو دنبال نمیکنن. یعنی اصلا براشون مهم نیست. آیت الله خامنه ای بارها اینو گفته که ما دنبال به وجود اومدن یک امپراتوری شیعی هستیم، یعنی دنبال یک دولت بزرگ شیعی، تمدن شیعی، از تمدن شیعی نام میبره علی خامنه ای. و به هر حال مردم هر کشوری باید اولویت انتخابیشون خود اون کشور باشه. دونالد ترامپ با این تفکر انتخاب شد و بالا اومد و جلو رفت، موفقیت های زیادی داشته در مورد اقتصاد و سیاست های داخلی، رکورد زده، یعنی رکورد ها رو شکونده در مورد اشتغال، بیکاری رو به کمترین حد رسونده و بسیار بسیار برای آمریکا سازنده سودآور بوده. ارتش آمریکا رو به کلی بازسازی کرده، سرمایه گذاری عظیمی کرده و به هر حال به نظر اغلب افرادی که واقعا با بی‌طرفی نگاه بکنن به موضوع میتونن ببینن که دونالد ترامپ برای آمریکا واقعا سازنده بوده. اما از اونجایی که الان حزب دموکرات و میشه گفت از روی کار آمدن باراک اوباما، چون خود باراک اوباما یک فرد ضد آمریکایی بود، یعنی اصولا از آمریکا بدش میومد، تفکرات اینا اصولا این بود که آمریکا یک چیز مضر هست برای دنیا، باید جلوی بسیاری رفتارهاش گرفته بشه، آمریکا باید به نوعی خیرات بده به مردم دنیا، باید باج بده، باید جلوی همه کوتاه بیاد. و دیدیم که در آخری که داشت باراک اوباما تحویل میداد، داعش در اوج قدرتش بود، انواع اقسام عملیات تروریستی و آدمکشی در اروپا و جاهای مختلف دنیا، همینطور در داخل آمریکا اوج به اوج خودش رسیده بود. این رئیس جمهور که به محض پیروزیش به طرز احمقانه‌ای بهش نوبل صلح اهدا شد و بسیاری افراد من دیدم که گفتن ما نمیدونیم برای چی به باراک اوباما جایزه صلح داده شد، یعنی بی‌معنی بود این عمل. این آدم خودش در انتهای ریاست جمهوریش مشخص شد که انواع اقسام تعرض به حقوق بشر رو انجام داده، چه استفاده بیمورد و کشنده از هواپیماهای بدون سرنشین در کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و کشتن بسیاری غیر نظامی ها در اونجا، چه جاسوسی از تمام ساکنین کره زمین. یعنی اتفاقی که افتاد، سازمان امنیت ملی آقای باراک اوباما با اطلاع ایشون از تمام مردم کره زمین جاسوسی میکرده و کار به جایی میرسه که خود کارمندان این سازمان زنگ خطر در ذهنشون به صدا در میاد و فردی به نام ادوارد اسنودن که یک برنامه نویس نابغه بود و برای سازمان امنیت ملی کار میکرد، این در خودش دید که دیگه خطر داره از حد میگذره و جهان در خطره و فرار کرد، از آمریکا رفت اروپا. اونجا اطلاعات بسیار حساسی رو، البته به طور خیلی هوشیارانه، نه به طور مخرب مثل ویکیلیکس، به طور هوشیارانه منتشر کرد، با مطبوعات مصاحبه کرد و اطلاع داد از این نقض حقوق بشر کلی که در کره زمین داره اتفاق میفته، از جاسوسی تمام دستگاهایی که در اینترنت فعالن ایالات متحده جاسوسی میکرده از جمله در داخل آمریکا، که این کار قطعا غیر قانونیه در داخل آمریکا، برای رئیس جمهور آمریکا هم غیر قانونیه. به هر حال منظور این که این 8 سالی که اوباما در سر کار بود، دنیا آب خوش از گیرش پایین نره. حالا اومد دونالد ترامپ، پاشو محکم کوبید رو زمین، اول منافع آمریکا رو گفت تامین میکنم، بعد گفت روی ارزش‌های آمریکایی پافشاری میکنم و با همپیمانانمون در عین اینکه بیشتر همکاری میکنم، اما روابط و داد و ستدهای آمریکا رو هم به تعادل در میارم. یعنی اینطوری نیستش که اروپا که مدام داره فرجه میده به جمهوری اسلامی، مدام در مورد روسیه کوتاهی میکنه، آمریکا دیگه بخواد از این به بعد تمام خرج ناتو، که اصولاً مهمترین کار ناتو حفظ امنیت اروپاه در واقع الان، و خرج اینو آمریکا میداده، قسمت اعظمشون، یعنی بیشترین قسمت رو آمریکا میداده، گیرداد به اروپایی ها، گفت باید پول اینو بدین. و دونالد ترامپ فکر کنم دیروز میگفت 100 میلیارد دلار پرداخت کردن اروپایی ها و باید هزینه های
امنیت خودشون رو از این به بعد بدن. همون موقع یه مقدار اروپایی‌ها عصبانی شدن، حرفای گنده‌تر از دهنشون زدن. مثلا رئیس جمهور فرانسه صحبت از این کرد که اتحادیه اروپا که الان اصولاً در اوایل فروپاشیش قرار داره، یعنی یواش یواش داره زمزمهای فروپاشی اتحادیه اروپا به گوش میرسه از اونجایی که انگلیس داره جدا میشه، اونجا ایمانوئل مکرون گفتش که اروپا الان میتونه خودش نیروی نظامی اروپایی داشته باشه و اینا خیال بافیه. اروپا نه امکانات اون رو داره، نه عزم اون رو داره. اصلا همین الان جمهوری اسلامی هر چقدر داره نقض میکنه قراردادی که خودشون گفتن بهش پایبند خواهند بود و باید رعایت بشه که برجام هست رو هر چقدر نقض میکنه، اینها انگار نه انگار، یعنی هیچ کاری نخواهند کرد. و حالا به این خواهیم رسید. به هر حال دونالد ترامپ کلن یه گفتمان جدیدی رو در سیاست جهان ارائه داد. در داخل آمریکا دموکرات ها از همون لحظه ای که انتخاب شد شروع کردن دسیسه و خرابکاری علیه دونالد ترامپ. یک پرونده جعلی ساخته شد توسط هیلاری کلینتون، داده شد به FBI. FBI بر پایه اون یک تحقیقاتی رو شروع کرد که چندین میلیون دلار هزینه داشته برای آمریکا. کلی آدم، چند صد نفر بازجویی شدن، افرادی رفتن زندان به خاطر شهادت دروغ، که البته این شهادت ها بسیاریش اصلا مربوط به دونالد ترامپ نبوده هیچ کدوم. و الان نتیجه در اومد، یعنی نتیجه چند وقت پیش اعلام شد توسط رابرت مالر. رابرت مالر در گزارشش نتونسته بود نتیجه بگیره و ثابت بکنه که دونالد ترامپ و کمپین انتخاباتی اون خلاف انتخاباتی کردن و روسیه به اونها کمک کرده یا با روسیه تبانی کردن. در این حال دموکرات ها که خیلی به این امید بسته بودن و مدام از صبح تا شب میگفتن که دونالد ترامپ نه تنها رئیس جمهوری رو از دست خواهد داد بلکه خواهد رفت در زندان، با این گزارش روبرو شدن. اما چون هیچی در اختیار ندارن، یکی از چیزایی که میخوام الان در این پادکست بهش اشاره بکنم استحصال سیاسی است. از روی استحصال سیاسی ادامه دادن این گفتمان را. شاید از لابلای این خطوط این گزارش مالر بشه یه چیزی در آورد علیه دونالد ترامپ استفاده کرد. مالر فکر میکنم 40 روز پیش یا 2 ماه پیش بود که کنفرانس مطبوعاتی داشت و در اونجا اعلام کرد که گزارش من آخرین چیزی هستش که من خواهم گفت و این آخرشه، یعنی بیشتر از این چیز دیگه در کار نیست. اما اینها دستبردار نبودن. از اونجایی که کنگره آمریکا الان دست دموکرات ها هست، که این هم یه بخش است که امروز بهش خواهیم پرداخت، اینها پاشونو کردن توی کفش که مالر باید بیاد تو کنگره به سوالات ما جواب بده تا اینکه بتونن یه چیزی از تو حرف های این بیرون بکشن که به دردشون بخوره. گزارش که چیزی نداشت براشون. نهایتا شاید از حرف های این بتونن یک بهره برداری سیاسی بکنن و ضربه ای بزنن به دونالد ترامپی که الان بسیاری انتخاب شدنش رو قطعی میبینن. بعد از کلی کش قوس پریروز آقای مالر حاضر شد در کنگره. این سوال و جواب نمایندگان آمریکا از دو حزب و مالر 6 ساعت به طول انجام میده و نتیجه فاجعه بوده برای حزب دموکرات. کاملا برعکس اون چیزی که فکر میکردن هیچ برداشت مثبتی نخواهند داشت، کاملا فاجعه بوده. و خود شبکه های چپگرای آمریکا مثل NBC، مثل CNN، اینها خودشون اعتراف کردن که مالر واقعا خودش نمیدونست که در گزارشش چی نوشته و بیش از 200 بار سوالات رو بی جواب گذاشت در این 6 ساعت. و حتی بعضی وقتها که سوالات رو جواب داده بود، بعد میاد این سوالات رو تصحیح میکنه جوابش رو، که این تصحیحات به ضرر دموکرات ها تموم شد در نهایت. یعنی الان دموکرات ها از روی استیصال کاری کردند که نه تنها هیچ منفعتی براشون نداشت بلکه تبعاتش مخرب بوده و این دوباره بیشتر به ضررش خودشون تموم شد. و این استیصال سیاسی چیزیه که ما باید در مد نظر داشته باشیم و هر حرکتی که ما میبینیم از روی هوش نیست دوستان. در سیاست بعضی وقتا جناحین سیاسی و یا دولت‌های سیاسی و یا حکومت که الان حکومت جمهوری اسلامی مد نظر ماست، از روی استیصال خرابکاری میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ حرکتی در دستشون نیست، هیچ مهره‌ای ندارن، هیچ کارت بازی ندارن، لذا مجبورن یه کاری بکنن که موقعیت جدید براشون یک چیزی برمقام بیاره، یعنی لااقل این امید رو دارن که چیزی برمقام بیاره. به هر حال دموکرات ها الان در ضعیف ترین حالتشون هستن و اما خرابکاری ها ادامه داره، چون
کنگره آمریکا یک نهاد بسیار قدرتمند هست در سیاست آمریکا و بسیار چیزها رو حتی میتونه کنترل بکنه، جلوی بسیاری فعالیت‌ها رو بگیره، قوانین رو میتونه دست ببره درش و الان اکثریت این کنگره دست دموکرات‌ها است. ببینید الان وضعیتی که داره جمهوری اسلامی این بود که تا همین شاید بهشون بگم یک هفته اخیر، آخرین سفر ظریف به آمریکا، جمهوری اسلامی این امید رو داشت که بتونه به هر حال دیگه یک جوری یک راهی باز بکنه که از اون پشت مشتا، از پشت پرده یه گفتگوی باز بکنه، یه قول و قراری بگیره، یه بده بستونی بکنه و یک جوری یه راه جدیدی باز بکنه که دیدیم در نهایت با حقارت ظریف و دستگاه سیاسی ایران روبرو شد. ظریف میره اونجا و دولت آمریکا به درستی، حتی رفت آمد از ظریف و دیپلمات‌های ایرانی که در سازمان ملل هستن رو هم محدود می‌کنه، محوطه رفت آمدیشون رو، و این کار بسیار کار خوبی بود به نظر من، پیام بسیار عالی بود به مردم ایران و از این حرکت‌ها باید زیاد انجام بده دولت آمریکا اگر می‌خواد کمک بکنه به روحیه مردم ایران، تا اینکه مردم ایران از این دلسردی که از زمان اوباما به جا مونده این از بین بره در وجودشون. اما ظریف اونجا خرابکاری‌های زیادی کرد. یکی از خرابکاری‌هایی که ظریف کرد و حرکت بسیار غیر حرفه‌ای و احمقانه‌ای که اینها کردن که تقریبا دیگه مذاکره رو کشت، گفتمان مذاکره رو به شدت بیجان کرده و از بین برده، حرکتی بود که ظریف کرد. ببینید ظریف در یک مصاحبه میاد میگه که کاملا برای دیپلماسی و گفتگو آماده ایم و حتی در مورد موشک‌هامون میتونیم گفتگو بکنیم. چند ساعت بعدش نهادهای دیگه جمهوری اسلامی، چه در تهران چه در سازمان ملل، فوراً میان اطلاعیه میدن که این حرفا حقیقت نداره، ما هرگز سر این چیزا گفتگو نمی‌کنیم و این هرگز در گفتگوها نخواهد بود. اشکالی که این رفتار داشت این بود، بعد از اینکه ظریف گفت که ما گفتگو می‌کنیم و در مورد موشک‌ها گفتگو خواهیم کرد، رئیس جمهور آمریکا در نشست کابینه خودش روی این حرف حساب کرد و اومد گفتش که پیشرفتایی شده و جمهوری اسلامی آماده شده که گفتگو بکنه. همینطور مایک پومپئو هم این رو گفت اونجا. بعد چند ساعت بعدش اون اظهارات رسمی از تهران و از سازمان ملل و غیره میاد و این خرابکاری که اتفاق میفته اینه که یه قدم جلو گذاشته شده بود، هم از طرف جمهوری اسلامی هم از طرف آمریکا، یعنی جلو اومده بودن، هر دو به هم نزدیک شده بودن. یک دفعه جمهوری اسلامی این رو فرو ریخت از تهران و گفت اصلا این صحبت‌ها نیست و نخواهد شد. اون لحظه اتفاقی که افتاد این بود که رئیس جمهور آمریکا احساس ضعف کرد، در صورتی که کمترین نیازی نداشت احساس ضعف بکنه. آمریکا الان قدرت تمام رو در اختیار داره، به خوبی ایران رو از سیستم و از مدار کل انرژی جهان خارج کرده، کاملا تحریمش کرده، نیروهای نظامیش اونجا آمادن و در قدرت کامله، تحت هیچ فشاری هم نیست از جامعه جهانی، نه تنها نیست که حتی هر روز همیاری و همکاری کشورهای دیگه با آمریکا در این مورد بیشتر میشه، یعنی دارن بیشتر به آمریکا نزدیک میشن در مورد جمهوری اسلامی و ایران. لذا دونالد ترامپ متوجه شد که اینا آدمایی هستن که حرف حساب سرشون نمیشه و نمیشه با اینا اینطوری مذاکره کرد و حرکت زشتی که این احمقا کردن. و خب البته من شخصا ترجیح میدم که جمهوری اسلامی در تحریم بمونه تا اینکه ما مردم ایران برنامه هامون رو پیاده بکنیم و ما رژیم رو عوض بکنیم، این ترجیح من هست. اما به لحاظ سیاسی اون افرادی که جمهوری اسلامی رو باهوش به حساب میارن اینو باید ببینن و اینو باید درک بکنن که اینا به قدری احمقن که دستاوردهای سیاسی خودشون رو فورا نابود میکنن همون لحظه. بعد از حرکتی که جمهوری اسلامی کرد، خب دونالد ترامپ دید نه دیگه نمیشه با اینا اینجوری صحبت کرد، به قدری این رفتار زشت بوده که جنرال مشاور کاخ سفید میاد تو فاکس نیوز میگه که این آدم به صورت کاملا تحقیرآمیزی در مورد ظریف صحبت میکنه و میگه این آدم میاد یه حرفی میزنه، بعد رئیساش تو تهران، یعنی با همین لحن بسیار زشت و زننده کلا اینجوری صحبت کرد در مورد این آقای دیپلمات، که رؤساش در تهران گفتن که حرف زیادی زده و حرفش رو قبول نکردن و با این آدما نمیشه حرف زد و مذاکره کرد. یعنی در مذاکره
با این حماقت که اینا هم کرده بودن و تمام اون صحبت که رند پال میخواد بره با اینا صحبت بکنه و اینا، همه اینا بسته شد و ظریف دست از پا دراستر بلند شد رفت آمریکای جنوبی، جایی که اگر واقعا به توافقی رسیده بودن و دریچه گفتگو باز شده بود نمیرفت، بخواد که الان اون نقطه، نقطه‌ای که آمریکا درش درگیری داره و نیاز داره که اونجا دولت مادورو سقوط بکنه. اما بلند میشه ظریف بعد از شکستش تو نیویورک مستقیم میره اونجا با مادورو صحبت میکنه، دست میده با 4-5 تا از این آدمای درب داغون کمونیستم صحبت میکنه و دیدار میکنه و یه مش حرف مفت اونجا میزنه و بعد برمیگرده تهران. کل این حرکت آخره شطرنج میشه گفت احمقانه ای که جمهوری اسلامی بازی میکنه این بود که دیگه شاید آخرین حرکت هم سوخت. در همون حین دیدین که سپاه برمیداره پهباد میفرسته سمت ناو آمریکایی، ناو آمریکایی هم با تکنولوژی جدیدش که یک جور تکنولوژی رادیویی هست زوم میکنه رو پهباد، ارتباطش رو قطع میکنه با مرکزش در ایران و پهباد سقوط میکنه تو آبهای خلیج فارس و به این صورت دیگه رسما جمهوری اسلامی و سپاه در مذاکره رو بستن. حالا من نمیدونم واقعا افرادی در جمهوری اسلامی که قدرت دستشونه واقعا میخواستن ببندن اینطوری در مذاکره رو، که این به نظر میرسه اینطوری باشه. یعنی من فکر میکنم علی خامنه‌ای نشون داد که اون قدرت اوله، اول آخر اون تصمیم میگیره و مذاکره هم نخواهد کرد و آمریکایی ها هم این بهشون کاملا ثابت شد. حتی مایک پومپو در مصاحبه که دیروز داشت گفته که ما برامون کاملا مشهوده که تصمیم گیرنده قطعی در ایران علی خامنه ایه و ظریف و این روحانی و اینا هیچی نیستن، اینا به هیچی به حساب نمیان. برعکس گزارش های بدی که توسط رسانه های فارسی زبان شده، خبرنگار پرسید شما میگید که دیپلماسی رو ادامه خواهید داد، اگر لازم بشه شما حاضرید برید تو ایران مذاکره بکنید؟ منظورش از این حرف این بود که آیا شما حاضرید هنوزم ادامه بدید دیپلماسی رو یا نه؟ و مایک پومپو گفتش که بله من حاضرم، اگر لازم باشه حاضرم برم ایران هم بشینم مذاکره بکنم و با مردم ایران مستقیم هم حتی حرف بزنم. صحبت مایک پومپو این نبودش که من حاضرم برم، چون بسیاری خبرگزاری های فارسی زبان تو انگلیس و رادیو فردا و تمام این چپی های کج کله اینجوری گزارش کردن که مایک پومپو الان گفته من حاضرم حتی بلندشم به هر قیمتی برم با جمهوری اسلامی مذاکره بکنم. نه، این نبوده صحبتش. گفتمان دیپلماسی آمریکایی اینه که ما حاضریم دیپلماسی رو ادامه بدیم، حتی اگر لازم بشه بریم تهران هم مذاکره بکنیم، من حاضرم برم تهران هم مذاکره بکنم. صحبتش این نبود که ما حاضرم برم دستبوسی آخوندا و لطفا اونا کوتاه بیاید و این حرفا، اصلا رو این نبود. این رو out of context، یعنی خارج از محتوا گزارش کردن و بعد گزارش شده. به هر حال الان کلا گفتمان مذاکره به بنبست رسیده، یعنی دیگه راه مذاکره وجود نداره. چرا اینطور دیده میشه مسائل؟ به خاطر اینکه ببینید دونالد ترامپ بجز اون 12 شرط پومپو یک سری مسائل دیگه همین اواخر اضافه کرد به داستان. مثلا اومد گفتش که ما باید با یک کشور نه 10 سال پیمان ببندیم، بلکه باید 100 سال پیمان ببندیم. 10 سال برای یک کشور هیچی نیست، که این واقعیت داره. 10 سال چشم هم بزنیم یادم میره. لذا چیزی که دونالد ترامپ دنبالشه الان بسیار بسیار نشدنی تره برای جمهوری اسلامی و همینطور حتی برای خود دونالد ترامپ الان نشدنی تره. و اگر هم دقت کرده باشیم وقتی نخست وزیر پاکستان تو کاخ سفید در حضورش بود، اونجا گفتش که هر روز این موضوع صلح با جمهوری اسلامی برای من سخت‌تر میشه. یه سری دلایلش برمیگرده به همین مسائل جناحی در آمریکا. ببینید الان دونالد ترامپ خیلی طرح‌های سازنده داره که در مجلس و در کنگره یعنی به نتیجه نمیرسن، به خاطر اینکه تمام فعالیت حزب دموکرات آمریکا الان این شده که به نوعی دونالد ترامپ رو زمین بزنن. یعنی الان دموکرات‌های آمریکا اصلا دیگه به فکر قانونگذاری و اداره کشور و این چیزا نیستن، فقط یه هدف دارن، زمین زدن دونالد ترامپ. همین. لذا هر طرحی هم دونالد ترامپ بده، سازش با جمهوری اسلامی باشه، خودشون حتی قبول داشته باشن و هر چی باشه، هر طرحی دونالد ترامپ میده اینو مخالفت میکنن باش. تا جایی که چند وقت پیش
اگر دقت کرده باشین مصاحبه‌هاش و صحبت‌هاش با خبرنگارا، از چند وقت پیش به این ور دونالد ترامپ صحبت اینو میکنه که برای اینکه ما این طرح‌ها رو به نتیجه برسونیم لازمه که دوباره کنگره رو پس بگیریم. منظورش این که جمهوری‌خواه پس بگیرن از دموکرات‌ها. لذا صحبت اینجا از اگر اون چیزیه که دونالد ترامپ میگه و مخصوصا در مورد تعهد جدید، چون الان صحبت اینه که برجام به درد نمیخوره و یک موافقتنامه جدید لازمه جاش بیاد. خب صحبت اینه دیگه. خب برای اینکه موافقتنامه جدید بیاد، دونالد ترامپ میگه که موافقتنامه جدید رو من حتما باید به تصویب کنگره برسونم. اما کنگره فعلی، من به شما میگم هر چی که دونالد ترامپ پیشنهاد بده قبول نخواهد کرد. یعنی غیر ممکنه اینا، مخصوصا چیزی در مورد ایران. چرا؟ چون ایران نقطه حساس دموکرات هاست، به خاطر اینکه باراک اوباما فقط یه چیزو از دستاورد نامی مرد از 8 سال گند زدن به دنیا و به آمریکا، و اون برجام بود. خودش میگفت برجام دستاورد منه، که الان دیدیم آشغالم نبود، هیچی نبوده این برجام. لذا دونالد ترامپ اگر دنبال اینه که با ایران اولا بتونه به جایی برسه که مذاکره بشه، بعد مذاکرات به نتیجه برسه و ایرانی‌ها قبول بکنن، یعنی جمهوری اسلامی که حاضر نیستن حتی یه دونه از اون 12 شرط رو قبول بکنن، 12 شرط رو قبول بکنن و خیلی چیزها رو قبول بکنن و این رو بخواد بفرسته کنگره، این کنگره قبول نخواهد کرد هر چی که بفرسته دونالد ترامپ. لذا میاد میرسه به اینجا که یه انتخابات جدید باید بشه برای کنگره، که انتخابات کنگره هر 2 سال یه باره. یعنی امسال که انتخابات بوده، 2 سال دیگه دوباره انتخابات خواهد بود که آمریکایی‌ها بتونن پس بگیرن، یعنی بعد از انتخابات 2020 ریاست جمهوری، 2021 اگه اشتباه نکرده باشم خواهد بود انتخابات بعدی کنگره. لذا به این زودیا ما در مورد ایران نمیتونیم منتظر، حتی اگر جمهوری اسلامی بیاد پای مذاکره، که این تقریبا نزدیک به غیر ممکنه، یعنی خیلی باید فشار وارد بشه به جمهوری اسلامی تا بیاد، خیلی بیشتر از این. یعنی من راحت بگم 2 سال و اینا جا دارن که بخوان فشار بیارن به مردم و که بیان، که البته اینکه مردم دووم بیارن یا تحمل بکنن این فشار رو و قیام نکنن، که ما میخوان قیام بکنن و ما راه دیگه ای رو میریم دنبال. این صحبت من الان مد نظر داشته باشیم فقط از نگاه بیرونی و خارجی هست، من از نظر ایران شهر و از نظر سیاست های مشروطه‌خانه صحبت نمی کنم. الان این یه تحلیل کلی است. لذا این چیزایی که اینا دنبال میکنن حداقل 2-3 سال طول میکشه، یعنی بیش از 2 سال طول خواهد کشید قطعا، و از نظر سیاست خارجی تغییر چندانی من تا 2 سال نمیبینم، مگر اینکه میگم جنبش های مردمی، جنبش های سیاسی ملی ایران کار رو یکسره بکنن تو 2 سال و حکومت جمهوری اسلامی به پایین کشیده بشه از داخل و متلاشی بشه و حکومت ملی بعدی روی کار بیاد، مگر اینکه اینطوری بشه. اینجور که به نظر میرسه علی خامنه ای قطعیه براش که اگر مذاکره بکنه خواهد باخت. لذا اگر مقاومت بکنه، هر چقدر هم مقاومت بکنه، به هر حال مقاومت کرده، یعنی حکومت اسلامی خواهد بود تا اینکه شاید بتونه حتی بیش از 5-6 سال دیگه هم مقاومت بکنه. اینا من فکر کنم نهایت فکرشون اینه، اینا به خاطر اینکه خودشون مطمئنن که ایران در چنگشونه، یعنی اینجوری فکر میکنن لااقل. من اینطوری فکر نمیکنم که ایران در چنگشونه کاملا، اما اینا اینجوری فکر میکنن که ایران در چنگ ایناست و اینا هر کاری دلشون میخواد سر مردم ایران میتونن بیارن و هیچکس اعتراضی نخواهد کرد. هر کیم اعتراض بکنه میگیریم میکشیمش یا میندازیم زندان، بعد اون یکی زندانیا رو اجیر میکنیم بکشنش تو زندان. و به این گفتمان ایجاد وحشت هم ادامه میدن. الانم اومدن مثلا یک مستندی ساختن که 17 تا جاسوس ایرانی رو ما گرفتیم، برای اینکه الغا بکنن که اگر شما تو اروپا یا در آمریکا هستی، اگر فعالیت سیاسی بکنی و برگردی ایران ما میگیریمت، یا اینکه مثلا بخوان فعالین رو بترسونن و ایجاد رعب و وحشت بکنن، که من فکر می‌کنم کار از این کارا گذشته، یعنی آب از سر گذشته واقعا، کار به جایی رسیده که دیگه این حرفا برای کسی واقعا ترس ایجاد نمی‌کنه. گذشته از اون یک مستند مسخره مضحکم ساخته بودن که من همه رو نگاه نکردم، یه تیکاش رو نگاه کردم، قطعات فیلم‌های سینمایی هالیوودی رو آوردن به عنوان اسناد CIA دارن نشون میدن. مثلا میگن در مورد CIA که صحبت می‌کنم، مثلا میشن ایمپاسیبل نشون میدن، فیلم‌های بورن نشون میدن، یعنی یه چیز بسیار مضحک، اسم اینا گوشه مستند. و به هر حال جمهوری اسلامی کاملا اون استحصال سیاسی که الان گفتم در مورد جمهوری اسلامی مطرحه و اینها واقعا هیچ چیزی تو دستشون نیست که علیه آمریکا به کار ببرن. کارهایی که میکنن همش خرابکاریه.
مثلا این تو این قضیه نفتکش همش به ضرر جمهوری اسلامی تمام شده. نفتکشی که فرستادن از ایران برای سوریه تو جبل الطارق گیر افتاد، خب این نفتکش توش نفتی بوده که نباید میرفته سوریه. متاسفانه بسیاری از ایرانی ها در داخل ایران میان کامنت می‌نویسن که چرا اونا نفتکش ما رو گرفتن. شما مثل که متوجه نیستید هموطن عزیز که چه اتفاقی افتاده. نفتی که از شما دزدیده شده در ایران به مجانی به سوریه داشته داده می‌شده، این توقیف شده، این به نفع ماست، این به ضرر ما نیستش. که نفتی که داخل این نفتکشه حق مردم ایرانه، به مفت داشت داده می‌شد به یه دولت تروریست و آدمکش. حالا این نفت توقیف شده و اگر توقیف بمونه و کنار بمونه چه بهتر، به نفع ما. بعضی افراد واقعا نمیتونن کمترین تحلیل ها رو بکنن. توقیف هر چیزی که برای مردم ایران الان به نفع ماست. به خاطر این نفت ها و این دارایی ها رو دارن به باد میدن. الان گزارش شده میلیون ها بشکه نفت در نفتکش های ایران در سواحل چین انبار شده، یعنی پارک شده. نفتکش رو پارک کردن اونجا، منتظرن یکی اینو بخره. حالا چه غیر قانونی، چه اگه شد قانونی که نیست، شدنی نیست، و غیر قانونی چینی ها سعی کردن اینو بخرن که یک شرکت مهم با ارتباطات دولتی چینی رو آمریکا تحریم کرد این هفته و صدای چین در اومد و این خیلی عالی بود. بخواد که چین باید حالیش بشه که کار غیر قانونی نباید بکنه و این به نفع ماست دوستان. ببینید این نفت ها وقتی فروش میره یک قرونش جیب مردم ایران نخواهد رفت و خرج مردم نخواهد شد. الان 1 میلیارد یورو از بودجه دارویی کشور غیب شده، محو شده و وزیر بهداشت جدید داره میگه این پول ما نمیدونیم چی شده. پولی که قرار بوده دارو وارد بشه و تنها چیزیه که میتونه وارد بشه الان، دارو و غذا الان تنها چیزیه که میتونه به ایران وارد بشه، این پول نیست. این اتفاق زمان احمدی نژاد نیفتاده، 10 سال پیش نیفتاده، تو هم 1 سال پیش افتاده، در زمانی که ایران تحریم بوده افتاده. من نمیدونم مردم ایران کی میخوان چشمشون رو باز بکنن به این چیزها. شما وقتی میای متهم میکنی که آقا انگلیس چرا نفتکش ما رو گرفته، این نفتکش اولا که دزدی نشده، نفتش توقیف شده. چرا؟ چون نفتی که طبق تحریم های بین المللی نباید برسه به دولت سوریه، چون جنایتکاره، چون سرکوبگره. برای ما خوبه. چرا؟ بخواد که این نفت داشت مفت میرفت تو جیب سوریه. شاید اونا بگن آره سوریه باز پرداخت میکنه، ولی من به شما بگم نه تنها باز پرداخت نمیکنه، بلکه اینا از جیب مردم میزنن، از دارایی های دیگه مردم هم میدن به سوریه ها. کمان که خودشون گفتن سوریه از خوزستان برای ما مهمتره. لذا مسائل رو ما باید یه مقدار با دید منافع خودمون ببینیم دوستان. منافع ما اینه که اون نفتکش تو باب المندب بمونه و نفت درش بمونه تا زمانی که این پول این نفت به جیب مردم ایران و توی یک خزانه دولت ملی و ایرانی بره، نه توی خزانه دولتی که فقط به فکر شیعه‌گری و تمدن بزرگ شیعی و این مهملاتی که نون و آب نمیشه به مردم ایران. مردم ایران دولتی میخوان که منافع کشور ایران و مردمی که در این جغرافیا زندگی میکنن رو تامین بکنه. به ما چه مربوطه که تو سوریه و لبنان و یمن و غیره چه اتفاقی میفته؟ ما ایرانی هستیم، ما فقط ایران برامون مهمه، ما فقط منافع مردم ایران رو دنبال میکنیم. باید اینجا تکرار بکنم، بعضیا کماکان ما رو به جنگ طلبی و تبلیغات برای دشمن و این حرفا متهم میکنن. ما بارها گفتیم ما مخالف جنگ هستیم، اما اگر اخباری و تحلیلی باشه که مربوط به جنگ باشه، ما به عنوان یک کانال سیاسی اینو تحلیل خواهیم کرد و خواهیم گفت. کانال خبری هم نیستیم، یعنی شما ممکنه یک خبری رو از ما بشنوید، ولی ما ادعا نمی‌کنیم که خبرگزاری هستیم و خبر رو زودتر از همه میدیم. لذا توقع نشته باشین که مثلا یه خبری که در میاد 5 دقیقه بعدش یا 2 دقیقه بعدش ما این رو مخابره بکنیم. ما خبرگزاری نیستیم، ما بیشتر کارمون فعالیت سیاسیه، کارمون تحلیلیه، کارمون در قالب تئوری سیاسی جلو میره برای ایجاد یک پادشاهی پارلمانی و مشروطه پارلمانی برای آینده ایران و پادشاهی که به این سادگی‌ها دیگه خدشه‌ای بهش وارد نشه. اما الان ببینید بحث به پادشاهی کشید و پادشاهی پارلمانی و اندیشه سیاسی ایران شهر که ما در این کانال و ایران شهر دنبال میکنیم. ببینید همین الان از اتفاقاتی که در آمریکا در جریانه یک درسی میشه گرفت. الان در ایالات متحده بالاترین مقام کشور رئیس جمهوره، یعنی اون نهادیه رئیس جمهور که بسیار محترمه و این نهاد تحت حمله شدیده با دسیسه و بدون مدرک. و آمریکایی‌ها از این نظر
دچار مشکل شدن در آمریکا. اشکالی که ریاست جمهوری‌های این شکلی داره اینه که بالاترین نهاد کشور وقتی اینقدر تحت حمله باشه، جامعه آرامش و آسایش رو از دست میده. دو دستگی بزرگی در مقیاس ملی به وجود میاد. الان یک سری گروه‌های چپگرا کارشون به اینجا رسیده که پرچم آمریکا رو آتیش میزنن. یا مثلا میان در یه سری جاها در کمپ‌های پناهندگان پرچم آمریکا رو میکشن پایین، پرچم مکزیک رو میبرن بالا داخل خاک آمریکا. و این توهین به اغلب آمریکایی‌هاست. بخاطر که اینا الان در اقلیت هستن دیگه، اما این کارو میکنن. چرا این اتفاقات میفته؟ بخاطر که اون بالای بالای بالا در رأس هرم کشور یک نهاد سیاسیه و این نهاد سیاسی باعث تزلزل در ارکان یک کشور میشه. بالاترین نهاد کشور نباید سیاسی باشه دوستان. این اتفاقی که در اینجور سیستم ها میفته. اما شما مثلا کشورهایی که به صورت پارلمانی اداره میشن و مخصوصا در نظر ما پادشاهی پارلمانی که مناسب ترین هست به نظر ما برای ایران رو در نظر بگیریم، مثلا کشورهای پیشرفته در اروپا، نروژ، سوئد پادشاهی هستن. در این کشورها پادشاه هیچ دخالتی در سیاست نداره، چیزی که ما دنبالشیم. یعنی پادشاه ایران باید کار سیاسی نکنه تا اگر اون سیاست هم به خطا رفت، فردا به خاطر اون بازخواست نشه و مبرا از هر گونه اتهامی باقی بمونه برای همیشه. بجز اینکه خود این نهاد پادشاهی آرامش عمومی میاره. مثلا شما ببینید مردم نروژ چقدر آرومتر از مردم آمریکا زندگی میکنن. ریلکس، اصلا مشکلی ندارن. کارا زد و خوردهای سیاسی وجود داره، منتها به کشور آسیبی نمیرسه. تو این زد و خوردها تو مجلسه. یه سری سیاستمدار انتخابی میان و میرن، برکنار میشن، انتخاب میشن، دوباره میان کار میکنن و میرن، همین. اما مردم بهشون، به روحیهشون خدشه وارد نمیشه. چرا؟ چون اون پادشاهی که کشور رو متحد نگه داشته، یک پارچه نگه داشته، اون اصلا به این سیاست ها کاری نداره، هیچ دخل و تصرفی در سیاست نداره. و این چیزیه که ما باید از ابتدای مشروطه 100 سال پیش برای پادشاهمون در نظر میگرفتیم. نه تنها اینو در نظر نگرفتیم، نام پادشاه رو با مذهب، با عقاید شیعه‌گری مخلوط کردیم و زمینه بروز سقوط 57 رو در متمم قانون اساسی مشروطه 100 سال پیش به وجود آوردیم. پادشاهی که ما به دنبال اون هستیم در مشروطه نوین چیزیه که پادشاه ایران رو ضد گلوله میکنه، نهاد پادشاهی رو مستمر و جاویدان میکنه، کاری میکنه که سیاستمدارها مصرف بشن نه پادشاهان. پادشاهان بمونن، اتحاد کشور رو حفظ بکنن، یک پارچگی رو حفظ بکنن، اما زد و خوردهای سیاسی و مشکلات سیاسی داخل خود مجلس حل و فصل بشه. هر چقدر هم دوست دارن سیاستمدارا اونجا تو سر کله هم بزنن، هیچ مشکلی برای پادشاهی و این نهاد مهم به وجود نخواهد اومد. این چیزیه که ما دنبالش هستیم. لذا برای اینکه ما در آینده ایران، از اونجایی که یک کشوری هستیم که دایورس هستیم، یعنی ببینید کشوری هستیم چهار فصل، همه جور جغرافیای محیطی درش وجود داره، آدم‌ها هستن در کنار هم زندگی میکنن، این مردم یاد گرفتن در کنار هم با صلح و سازش زندگی بکنن. شاید بدترین زمانی که ایران به یک چند دستگی دچار شده بود زمان قبل از رضا شاه بزرگ بود، که رضا شاه اومد اتحاد رو تحکیم داد، یک پارچگی رو ایجاد کرد و کشور رو یه دست کرد، تا بعد از محمد رضا شاه و روی کار آمدن همین جمهوری اسلامی. و اینها حالا خیلیشون از قصد من فکر میکنم سعی دارن که این گفتمان تجزیه طلبی رو اصلا خودشون افزایش بدن. و ما دیدیم که اصلا الان یه قسمتی از گفتمان اصلاح طلبا شده که مردم رو بترسونن از تجزیه طلبی، منتها برای اینکه بتونن مردم رو بترسونن تجزیه طلبی رو باید تا یه حدودی پرورش بدن. یعنی افرادی رو بفرستن تو اروپا و جاهای دیگه تجزیه طلبی رو تبلیغ بکنن. وقتی این تبلیغات به وجود میاد و یه مقدار چهار نفر جمع میشن این حرفو میزنن، اون وقت جمهوری اسلامی این بهونه رو داره که برگرده بگه ببینید تجزیه طلبا هستن، پس اگر ما بریم ایران تجزیه میشه. جدا از اینکه مردم ایران چشمشون بازه و میبینن که چقدر اتحاد ملی بالاست، اما برای اینکه ما اتحاد ملی رو به حد اکثر برسونیم و اون واقعا ملیگرایی سازنده رو ایجاد بکنیم، نیاز داریم یک نهاد کاملا ملی
و میهنی دوباره سر بیرون بیاره و اون نهاد قطعا به نظر ما پادشاهیه و پادشاه کشور میتونه واقعا نماد اتحاد کشور باشه. پادشاه ایران نماد اتحاد همه ایرانیان خواهد بود، بدون اینکه در سیاست دخالت بکنه، بدون اینکه ما تبدیل بکنیم دوباره پادشاه ایران رو به سپر سیاسی و از اون استفاده نابجا بکنیم برای رفع مسائل سیاسی که ما سیاستمدارا اصولا باید خرج بشیم براش و اون کارها رو انجام بدیم و بریم کنار، و پادشاه باید بمونه، این نهاد باید بمونه و اتحاد ایران رو مستحکمتر و ابدی بکنه. بله دوستان، این پادکست این هفته ما بود. امیدوارم برنامه این هفته رو پسندیده باشید. همونطور که گفتم ما کانال خبری نیستیم، هیچ وقت هم نگفتیم ژورنالیست هستیم، ما کانال سیاسی هستیم، سیاستی رو دنبال میکنیم و میدونید که سیاست ما مشروطه هست و مشروطه نوین سیاستی هست و تئوری سیاسی هستش که در حال تشکیل هست و در حال شکل گیری هست و به نظر ما این اندیشه قرن 21 هست و تا این به اینجای کار بهترین چیزی بوده که ما در ایران شهر پسندیدیم. دوستان عزیز، همونطور که میدونید کانال ایران شهر در حال ارتقا هست و داریم سعی میکنیم که کیفیت و کمیت برنامه ها و تولیدات رو افزایش بدیم. اگر در توانتون هست و در خارج از کشور زندگی میکنید میتونید به کانال ما کمک ماهیانه بکنید. صفحه داریم ما در پیتریان، میتونید برید در اینجا ثبت نام بکنید با هر اسمی که دلتون بخواد و پس از ثبت نام یکی از پلن هایی که ما اونجا قرار دادیم رو انتخاب بکنید و ماهیانه اون مبلغ رو به ما کمک بکنید. بسیار کمک بزرگی خواهد بود. ما شخصا از شما تشکر خواهیم کرد در برنامه ها و همینطور جا داره از دوستان عزیزی که طی این ماهای گذشته ما رو همیاری کردن و به ما کمک کردن تشکر بکنم دوباره، و امیدواریم که به کمک هم بتونیم گفتمان بزرگی رو برای به وجود اومدن یک پادشاهی پارلمانی بسیار هوشمند و قرن 21 ایجاد بکنیم. لازم به ذکر برای اون دوستانی که از داخل ایران سعی میکنن که به ما کمک بکنن یا این درخواست رو دارن که ما راهی تعیین بکنیم برای کمک از داخل ایران، باید بگم که به خاطر مسائل امنیتی و خطر انداختن امنیت شهروندان و ایرانیان میهن دوست چنین امکانی فعلا وجود نداره در حال حاضر. فقط همراهی شما در تولیدات ما، لایک، شیر و کامنت های شما کمک بزرگی به ما، و شما از این طریق و با همراهی با کانال ما میتونید در از داخل ایران به ما کمک بکنید. همینجا دوباره لازمه که از تمام بینندگان پرابا قرص عزیز ما هم تشکر بکنم. خیلی ممنونیم از اینکه برنامه های ما رو همچنان دنبال میکنید و برنامه ها رو لایک میکنید. لطفا لایک فراموش نشه و بسیار کمک میکنه به ما، و کامنت ها رو هر وقت که بتونیم میخونیم. از کامنت های محبت آمیز شما بسیار متشکریم و بسیار قدردانی میکنیم. منتظر برنامه های ما باشید. تا برنامه بعدی، بدرود.